هموطنان گرامی، دوستان عزیز، بیننده خدمت شما سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که سلامت و سرفراز و شاد و موفق باشید. خوشحالم که در خدمت شما هستم و میتونیم در برنامه 360 درجه امروز نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادها و تحولات روز میهنمون. در برنامه امروز به این موضوع می‌پردازیم که شکست‌های پی در پی باند خامنه‌ای در نمایش انتخابات ریاست جمهوری، در نمایش انتخابات شوراها و در انتخاب رئیس مجلس ارتجاء و اعضای هیئت رئیسه مجلس چه معنایی داره؟ چه بازتابهایی و چه پیامدهایی در داخل خود همین باند و همچنین در باند رقیب داشته و این چه نقشی در تعادل قوای درونی رژیم داشته و چه نقشی خواهد داشت؟ گزارشی داریم در همین باره و بعد هم گفتگویی در همین رابطه. ابتدا گزارش. رسانه‌های باند خامنه‌ای که خود را اصولگرایان می‌نامند، در پی نظر نهایی شورای نگهبان اعتراف به شکست در نمایش انتخابات را آغاز کردند. مثلا روزنامه رسالت روز ششم خرداد به وضعیت در هم شکستی نیروهای باند خامنه‌ای اشاره کرده و نوشته بود: برخی از هواداران شما پس از شکست ظاهری در انتخابات گمان کردند همه آرزوها و آرمانهای آنها برباد رفت و همه چیز تمام شد و مثل فرقه ملامتیه شروع به ملامت خود کردند. روزنامه ها و مهره های باند روحانی این شکست را گسترده و همه جانبه توصیف کردند. از جمله زیبا کلام، یک مهره باند روحانی: به دنبال شکست باند خامنه ای در تعیین هیئت رئیسه مجلس ارتجاء در روز دهم خرداد نوشت: اگر انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت را شکست نخست اصولگرایان و انتخابات شورای شهر را شکست دوم آنها بدانیم، انتخابات هیئت رئیسه مجلس در روز گذشته را باید به حق شکست سوم اصولگرایان دانست. منطقاً انتظار می‌رفت که اصولگرایان پس از این سه شکست سنگین کلاه خود را در خلوت قاضی کرده و به این پرسش اساسی و بنیادی که بیش از دو دهه مطرح است پاسخ دهند که ما را چه می شود؟ یک روزنامه باند روحانی علل شکست باند خامنه ای را در رأس این باند جستجو کرده است. روزنامه حکومتی شرق، نهم خرداد: اگر اصولگرایی را مانند هر جریان سیاسی به یک هرم تشبیه کنیم که نوک هرم آن نخبگان تصمیم ساز قرار گرفتند، باید گفت که این نوک هرم غیر منسجم و متعدد است. آنها فقط در موارد اضطرار مانند انتخابات دور هم جمع می شوند، جبهه و ائتلافی تشکیل می دهند و باز از هم می پاشند تا دور بعدی. این عدم پیوستگی نوک تصمیم ساز هرم یکی از مهمترین چالش های اصولگرایان است. البته محمد اسماعیل سعیدی، عضو مجلس ارتجاء از باند خامنه‌ای، مشکل این باند را فراتر از عدم پیوستگی نوک تصمیم ساز ارزیابی کرده و به بیپایگی اجتماعی این جریان اذعان می‌کند. مسئله پیروزی و شکست جریان اصولگرا نیست. مسئله اصلی این است که این جریان هنوز در کشور نهادینه نشده است. یک رسانه باند روحانی روی یک واقعیت دیگر دست می‌گذارد که از قضا شامل خودشان هم می‌شود. سایت حکومتی وکیل ملت، 11 خرداد: اصولگرایان برخلاف اصلاح طلبان ادعای ساده زیستی دارند، ولی در مقام عمل تفاوت چندانی با اصلاح طلبان ندارند. ادعای پاک دستی و سلامت اقتصادی دارند، ولی پرونده املاک نجومی، راندخاری ها و سوء استفاده های آنها کمتر از اصلاح طلبان نیست. ادعای دینداری می کنند، ولی چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. همه این تناقضات را مردم می بینند. روزنامه حکومتی آرمان هم روز 11 خرداد در مطلبی با عنوان می دانند چه نیستند، نمی دانند چه هستند، شکست را فراتر از یک باند در کل نظام و ناشی از بی‌هویتی این باندها ارزیابی کرده و نوشته است: اولین مشکلی که اصولگرایی با آن سر و کار دارد خلأ معنا در بافتار سیاسی این جریان است. جریان اصلاح طلبی هویت خود را در نفی جریان مقابل و نقد قدرت می‌یابد. اصولگرایی هم هویت خود را در مقابل جریان اصلاح طلبی بازیافت. این روش دارای دو ایراد مشخص بود: اول اینکه به دلیل تقابلی شدن رابطه طرفین و بنا شدن پایه‌های نظری بر مخالفت،
به محض تغییر تاکتیک‌های حریف به سرعت دچار تزلزل می‌گردد و دوم اینکه به دلیل عدم درک درست از خواست‌های جامعه دچار نوعی عوام‌فریبی می‌شود. قبل از نمایش انتخابات خود خامنه‌ای مکرر می‌گفت که مهم نیست که در این انتخابات کی از صندوق در بیاد، هر کس که باشه پیروزی نظامه. خلیفه ارتجا در پیام خودش به مناسبت اعلام نتایج انتخابات همون رو پیروزی مردم و نظام توصیف کرد و خیلی از به اصطلاح آرامش و متانت شرکت کننده ها در این خیمه شب بازی تمجید هم کرد. اما واکنش هر دو باند بعد از اعلام نتایج نشون دهنده چیز دیگری بود. گفتگوی امروز ما با علیرضا معدنچی به همین مسئله اختصاص پیدا کرده. با سلام خدمت شما و خوش آمد به شما. خواهش میکنم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. بله، خب بعد از مثلا اعلام نتایج انتخابات برخلاف اون چیزی که خامنه ای میگفت، ما شاهد به اصطلاح صحبت و جنگ و دعوا بر سر شکست این باند و پیروزی اون باند بودیم و شدت و عدت دعواها به اصطلاح انقدر بالا گرفت که شاید بشه گفت جای آبادی برای هم دیگه باقی نذاشتن. سوالم اینه که چرا اون به اصطلاح نجابت و آرامشی که حالا خامنه‌ای و بقیه میگفتن تبدیل شد به این دعوای شدید لومپنها؟ خب این ادعایی که اشاره کردید، ادعاهای خامنه‌ای و حتی رئیسی و سایر اعضای این باند و همچنین باند روحانی قبل از انتخابات و اینا، خب اینا حرف و ادعاست و ما الان دیگه خیلی خوب بعد از 14 میدونیم که بین حرفها و ادعاهای این رژیم با واقعیت 180 درجه فاصله وجود داره و هرچی که میگن عکس اون واقعیت داره. و خب درسته که در چارچوب رژیم باند خامنه ای به اصطلاح بازنده شد و باند روحانی برنده، و خب باند خامنه‌ای سعی میکنه که صورت خودش رو به ضرب سیلی هر طور که شده سرخ نگه داره، با همون چیزایی که شریعت مداری گفت که آرای واقعی رئیسی به دلیل اینکه از امکانات دولتی و اینا محروم بوده دو برابر باید باشه، یعنی ما 30 میلیون رای داریم، یا اون حرفایی که موحدی کرمانی زد که باید 3 میلیون به آرای رئیسی اضافه بشه و اینا. اما واقعا به رغم این تلاش ها برای اینکه از ابعاد این شکست کم بکنن، ولی واقعا باند خامنه ای در درون خودش دچار یک بحران و تشتت و ریزش آراست. البته قبلش هم وضعیت این باند زیاد تعریفی نداشت و خیلی به هم ریخته و متشتت بود، اما الان زهر شکست هم به اون اضافه شده و خیلی دیگه وضعیت در بداغون این باند خامنه ای پیدا کرده، به طوری که روزنامه رسالت چند روز پیش نوشته بود که برخی از هواداران شما پس از شکست ظاهری در انتخابات گمان کردند همه آرزوها و آرمانهای آنها برباد رفت و همه چیز تموم شد. این حرفی که خود مثلا روزنامه همین باند داره میگه، یعنی اعتراف و اذعان میکنه به وضعیت خود این رژیم. الان هم که دیدیم که باند روحانی هم توی همین گزارش چطور شماتت میکنن، تحقیر میکنن، شکست های سگانه باند خامنه‌ای رو برخوش میکشن، میگن که شما به خاطر اینکه اصلا حزب نداریم، به خاطر اینکه ساختارتون فلان و بهمان، انگار مثلا خودشون از این چیزا برخوردارن. ولی اون چه که اهمیت داره، مهمتر از اینکه مثلا در این کارزار انتخابات کی شکست خورد و کی برنده شد، پیامدها و ابعاد اون هستش، به خاطر اینکه این یک انتخابات عادی نبود که مثلا یک حزب برنده بشه یک حزب دیگه بازنده بشه اینا. این در واقع یک مسابقه مرگ و زندگی بین جناح‌های رژیم و بنابراین پیامدها و ابعاد اون هم خب خیلی مهمه، خیلی مهمتر از شکست‌های معمولی. بله، حالا این شکست باند خامنه‌ای، خب این احساس که شکست خورده باشن طبیعیه، ولی چرا که خب بالاخره درست الان بعد از انتخابات هستیم، به اصطلاح نمایش انتخابات هستیم، ولی بعد از مدتی موضوع فراموش میشه و دیگه شاید بشه گفت اهمیت نداره. شما چرا انقدر روی این موضوع به عنوان یه چیز مهم تاکید میکنی؟ ببینید، خب در کشورهایی که معمولا نظامشون بر اساس انتخابات هست، خب این یک امر طبیعی و عادیه که
در هر انتخاباتی خب معمولا یک حزب یا یک جناحی برنده میشه و قدرت رو واگذار میکنه به حزب یا جناح رقیبش، و این یک سازوکار طبیعی هست در به اصطلاح تعویض قدرت بین باندها، بین جناح‌ها و احزاب مختلفی که اون حکومت رو تشکیل دادن. اما ما در اینجا با یک حکومت معمولی سر و کار نداریم، با یک دیکتاتوری سر و کار داریم که اولا این انتخابات درش هیچ انتخابات واقعی نیست، انتخابات تقلبیه و این رو همه باندها و احزاب و عناصر تشکیل دهنده این نظام به خوبی میدونن، کما اینکه در جریان انتخابات هم دیدیم که چه تقلبات نجومی از هم دیگه افشا کردن و میدونن که یک جناحی هم که مثلا یک باندی هم که انتخاب میشه با چه سازوکارهایی و با چه تقلباتی هستش که برنده شده و در واقع در مسابقه تقلب از اون یکی باند پیش افتاده یا پس افتاده. ولی مسئله دیگه اینه که بر اساس انحصار طلبی ذاتی این رژیم که ذاتی همه باندهای این رژیم هم هست، یک جناح یا باندی که شکست بخوره حداقل برای یک مقطع از صحنه محو میشه، حذف میشه و همه چیز خودش رو از دست میده. بنابراین کما اینکه الان از روزنامه رسالت خوندم که به اونا هشدار میده و چیز میکنه که چرا این شکست ظاهری رو شما اینجوری تلقی میکنید که میگید همه آرزوها برباد رفت، همه چیز تمام شد. به این خاطر اصلا شکست و پیروزی یک ابعاد گسترده‌تر و پیامدهای خیلی عمیق‌تری داره، هم ابعادش هم پیامدهاش. چه چی هست این پیامدها و ابعاد که بهش اشاره میکنی؟ بله، چه چیزایی هست؟ فکر میکنم یک نگاهی به سرنوشت همه رئیس جمهورهای نظام، همینطور نخست وزیر نظام در این چهاردهه توضیح میده که چجوری وقتی که یک باندی و یک جریانی شکست میخوره در واقع همه چیزش رو از دست میده، به تعبیر همین روزنامه رسالت، یا به اصطلاح در حبس خانگی قرار میگیره یا ممنوع تصویر میشه، یا مثل همین احمدی نژاد که توی دو سه روز اخیر خبرهایی بود حاکی از این که تمام اطرافیانش رو دارن دستگیر میکنن، یه دهی رو گرفتن یه دهی هم فراری شدن. یک همچین وضعیتی، یعنی این نیستش که مثلا حالا اونطوری که باند جلیلی ادعا میکردن که حالا مثلا بیان دولت سایه تشکیل بدن تا یه وقتی که نوبتشون برسه، نه، به خصوص وقتی که این شکست نصیب باند ولی فقیه میشه اون وقتی که اصلا معادلات تغییر میکنه. یعنی این شکست یک باند تنها نیست، شکست ولی فقیهه و از اونجایی که ولی فقیه عمود خیمه نظامه، خب این شکست سرشکن میشه به کل نظام و به موقعیت ولی فقیه، چون در دیکتاتوری های در حکومت های دیکتاتوری اصلا نظام قائم به وجود اون دیکتاتور هست، حالا وقتی شاه بود به یه نحوی، الان که خیلی بیشتر خیلی شدیدتر وابسته هست به موقعیت ولی فقیه. وقتی که ولی فقیه موقعیتش تضعیف میشه، در واقع کل نظام هست که موقعیتش تضعیف، موقعیت نظام هست که تضعیف میشه و این نیروهای رژیم هستن، نیروهای نظام هستن که در ریزش میکنن، روحیه خودشون از دست میدن. وقتی هم که میگیم نیروهای نظام ریزش میکنن، تنها منظورم نیروهای داخل رژیم نیستش، بلکه حتی نیروهای برون‌مرزی، مثلا حزب الله لبنان که الان اخبار و گزارشاتی هست که چجوری اونها هم به اصطلاح دوچار تزلزل شدن، دوچار روحیه‌شون رو از دست دارن میدن و دوچار ریزش شدن، یا همچنین حوثی های لبنان یا رژیم اسد، یعنی در یمن، حوثی های یمن، یعنی همچنین ابعادی داره، یعنی ابعادش فراتر از خود به اصطلاح ابعاد کشوری هستش و تمام نیروهای رژیم و موقعیت رژیم در منطقه رو هم در بر میگیره و این به اصطلاح تضعیف رژیم رو همه میتونن ببینن، هم نیروهای به اصطلاح سرسپرده و به اصطلاح دوستش، هم رقباش و دشمنان نظام. بله، حالا بدید در بین دو باند که نگاه بکنیم، فرض الان ما گفتیم که به اصطلاح خامنه ای شکست خورده توی انتخابات، بین دو باند اگه نگاه بکنیم شاید معناش این باشه که متقابلا که خامنه ای شکست خورده روحانی قوی تر شده. آیا این باعث میشه که راه استراتژیکی به نفع رژیم از طریق روحانی باز بشه، گشایشی بشه؟ بله،
خب وقتی که ما از تضعیف کلیت نظام صحبت میکنیم، روحانی هم یک بخشی و یک جزئی از این نظام هست. نمیتونه کل نظام تضعیف بشه بعد حالا مثلا روحانی تقویت بشه. البته در چارچوب داخل رژیم بله، خب میشه گفتش که خامنه‌ای تضعیف شده، این ماند دست قوی تری پیدا کرده، کما اینکه آثار این رو مثلا در انتخابات هیئت رئیسه مجلس هم شاهد بودیم که این باند بر اون باند غلبه کرد. اما از چارچوب رژیم که یک قدم فاصله بگیریم، کل نظام هستش که تضعیف شده. وقتی که عمود خیمه نظام متزلزل میشه، این کل نظام هست که تضعیف میشه، من جمله خود روحانی. من اگر بخوام یه شاخص خدمتتون بگم، مثلا همین اومدن روحانی رو هیچ کدوم از به اصطلاح طرف‌های خارجی نه در سطح منطقه نه در سطح بین‌المللی تحویل نگرفتن. با اینکه خب روحانی وقتی که 4 سال پیش روی کار اومد، همه انتظار داشتن و خیلی هم به به و چهچه می‌کردن در سطح بین‌المللی که گویا الان مثلا روحانی اومده و مدرن هست و یک گشایشی در روابط خارجی رژیم ایجاد میشه. اما الان روحانی در دوره دوم خودش دیگه به قول معروف هندوانه دربسته نیست، امتحان خودش پس داده. بنابراین کسی در سطح دنیا و در منطقه هم نسبت بهش توهم نداره. علاوه بر این همه میدونن که روحانی نه میتونه و نه میخواد به عنوان جزئی از این رژیم که یک گشایش واقعی ایجاد بکنه، به خاطر اینکه روحانی هم فی الواقع یک رفرمیست واقعی نیستش. به خصوص که در داخل خود رژیم هم به روحانی هشدار میدن و میگن که ببین فکر نکن که تو الان پیروز قضیه هستی، حواست باشه که تو 35 میلیون نفر به تو رأی ندادن، یعنی اون 16 میلیون نفر به علاوه 19 میلیون نفر دیگه که اصلا در رأی گیری شرکت نکردن، مطابق با همون آمار ارقامی که خود رژیم میده ها، وگرنه اگر آمار ارقام واقعی خیلی بسا بیشتر از اینه. بنابراین نه، نمیشه گفت که روحانی هم تقویت شده، یعنی در کلیت رژیم روحانی هم تضعیف شده و این تضعیف کل رژیم. البته این نکته خیلی مهم رو بایستی من خدمت هموطنان عزیز عرض بکنم که یک فضای ایجاد میکنه برای مردم و برای اقشار ناراضی که مطالبات خودشون رو به طور جدیتر و مجدانه‌تری پیگیری بکنن و عنایت داشته باشن که این رژیم در ضعیفترین موقعیت خودش هست و بنابراین راه برای پیروزی مردم ایران هموارتره. خیلی تشکر میکنم از توضیحاتی که دادی. خواهش میکنم. و اثر اینه که از امروز به بعد باز باید فضای امنیتی به دانشگاه‌های ما برگردد یا نه؟ فضای جامعه ما باید بازتر شود یا فضای جامعه برگردد و بسته شود؟ ما نخواهیم گذاشت بار دیگر
همونطور که لابد در اخبار دیدید و شنیدید، دیروز انفجار مهیب و جنایتکارانه‌ای کابل پایتخت افغانستان رو به شدت تکون داد که نتیجه اون بیش از 90 کشته و نزدیک 400 مجروح و مصدوم بوده. با ابراز همدردی با مردم برادر و رنج کشیده افغانستان. اما نکته هم در این رابطه هست، اظهارات وزیر خارجه دولت روحانی ظریف که دیروز بعد از انفجار کابل بعضی سایت های رژیم از قول اون نقل کردند. او گفته بود که متاسفانه کل سفارت ما تخریب شده است. من در داخل جلسه هیئت دولت بودم که متوجه شدم یک وسیله انفجاری قوی در نزدیکی سفارت ما منفجر شده و همکاران ما برخی جراحات سطحی برداشتند و خوشبختانه فاجعه‌ای برای همکاران ما رخ نداده است. اولا تناقض در حرفای خود ظریف رو می‌بینید. چطور میشه کل سفارت تخریب شده باشه اما ساکنان اون جراحات سطحی برداشته باشن؟ باشه، این رو به حساب معجزات نظام مقدس سراپا دروغ و فساد جمهوری به اصطلاح اسلامی بذاریم. اما حرفای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه همین ظریف رو باید چیکار کنیم که همون دیروز گفت که خسارات وارده به سفارت جزئی بوده و به کارمندان سفارت هم هیچ آسیبی نرسیده. خیلی مشخصه و هر کس به سادگی میتونه بفهمه که چرا ظریف دروغ به این آشکاری گفته. از اونجا که همه در دنیا میدونن که رژیم ایران پدرخوانده تروریسمه و به خصوص در کشورهایی مثل عراق و افغانستان وقتی یک جنایت تروریستی به این شکل صورت میگیره نگاه ها به سمت ایران و رژیم آخوندی برمیگرده و از اونجا که الان همه میگن چرا داعش به همه کس و همه جا حمله میکنه به جز رژیم ایران، ظریف هم با دستپاچگی دروغ تخریب کل سفارت رو سرهم میکنه بدون اینکه فکر بکنه که خب یکی دو ساعت بعد این دروغ برملا خواهد شد. نکته دیگری که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینه که روزنامه‌های حکومتی امروز هیچ کدوم به این دروغ ابلهانه ظریف نپرداختن، در حالی که قاعدتاً برای روزنامه‌های باند خامنه‌ای خیلی سود داشت که در دعوایی که این روزها بر سر قاسم سلیمانی دارن همین رو منعکس می‌کردن تا دروغگویی ظریف رو نشون بدن. اما چرا این کارو نکردن؟ چون سر این چیزها اصلا با هم دعوا که ندارن، هیچ وحدت هم دارن. تازه این ظریف رو روزنامه جمهوری در شماره امروزش عقل راهبردی و دیپلمات راهگشای نظام توصیف کرده بود. باید پرسید اگر ظریف عقل راهبردی و دیپلمات راهگشای نظامه، پس تکلیف کل این نظام خیلی روشنه. ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک را به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد. در لبنان شکل گرفت، بسیج در غزه شکل گرفت، بسیج در سوریه شکل گرفت، بسیج در عراق هم در حال شکل گیریه. انقلابی که در یمن در حال انجام از جنس انقلاب اسلامی شماست. یه روزی مرزهای ما شلمچه بود، حاج عمران بود، مهران بود. امروز مرز ما ساحل مدیترانه است. امروز یمن داره شعار اسلامی و انقلابی میده. جنگ و دعوای دوباند بر سر دانشگاه آزاد هم به مجموعه جنگ و دعوای باندی رژیم اضافه شده، به خصوص که با ورود کسانی مثل حسن خمینی به این دعوا صحنه خیلی هم تماشایی شده. گزیده ای از آخرین خبرهای مربوط به این جریان از نظرتون میگذره. دانشگاه آزاد، مرکز چپاول و صحنه جنگ باندها. روزنامه حکومتی جوان 9 خرداد. رسوایی باندبازها در صحنه دانشگاه آزاد. بیش از 35 سال است که از این دانشگاه حسابرسی مالی به عمل نیامده و حالا که رئیس هیئت امنا دستور حسابرسی مالی صادر کرده است، سید حسن خمینی
بدون مطالعه اساسنامه دانشگاه آزاد به رئیس جمهور نامه نوشته، میرزاده رئیس برکنار شده بیانیه داده و روزنامه‌های زنجیره‌ای خاندانی هم به دفاع از حریم ناپاک ملک تلقشان برخاستند. ولایتی از باند خامنه‌ای 9 خرداد. بخشی از مشکل اصلی در این میان دخالت فرزندان آقای میرزاده در امور دانشگاه آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهای مالی کلان است که اسناد همه اینها موجود است. سایت حکومتی سرات 9 خرداد. آیا زمان کوچ حسن خمینی از دانشگاه آزاد فرا نرسیده است؟ سوالی که ذهن هر کسی را مشغول می‌کند این است که حسن خمینی بر اساس کدام شرایط، کدام تجربه مدیریتی و کدام جایگاه علمی دانشگاهی از تصمیم گیران اصلی دانشگاه آزاد است؟ خبرگزاری حکومتی ایرنا 11 خرداد. حمایت 156 نماینده مجلس از اقدامات ولایتی در دانشگاه آزاد. با عنایت به سند چشمنداز و اسناد بالادستی نظام، ما نمایندگان امضا کننده خواهان ادامه و استمرار رشد کیفی و ارتقاء جایگاه علمی کشور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بوده و حمایت جدی خود را از اقدامات مدبرانه شما اعلام می‌داریم. سایت حکومتی دانشجویان 11 خرداد. حمایت 36 تشکل دانشجویی اصلاح طلب دانشگاه آزاد از نامه سید حسن خمینی. جریانی امروز پا به عرصه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی نهاده که ضمن تشکیک در قانونی بودن مدیریتشان با اقداماتی دون از شأن و منزلت مسئولین، با تکیه بر اقدامات غیرقانونی یا فراقانونی، مشغول به تصفیه حساب‌های سیاسی گشتند و متاسفانه رویکردی را در عزل و نصب‌هایشان اتخاذ کردند که هیچ سنخیتی با رأی و نظر مردم و دانشجویان در راستای حفظ اعتدال و اصلاح ندارد. آخوند صانعی 10 خرداد. باید خود را آماده کرد. کسانی که وابسته به امام هستند باید برای زجرهای فراوان دیگر خود را آماده کنند که فشارها بیش از این و تبلیغات منفی فوق‌العاده بیشتر خواهد شد، چون عده‌ای در قدرت نمی‌خواهند که تفکر امام زنده باشد. همان عده‌ای که در کنار مرقد امام به حاج سید حسن آقا توهین می‌کنند، می‌آیند حسینی جماران را به هم می‌زنند، جلسات در قم را به هم می‌زنند، هر کجا هر جلسه‌ای باشد به هم می‌زنند. خب دوستان عزیز، در پایان برنامه امروز هستیم. امیدواریم که این مجموعه برنامه مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته باشه. تا فردا و دیداری مجدد، خدا نگهدار همه شما.